کوچ ایرانیان، بینندگان گرامی با درود فراوان به شما. شما خوب میدانید که کوچ بزرگ ما ایرانیان فقط مسئله جا به جایی ما نبوده، بلکه زیر و رو شدن زندگی و نحوه زندگی در کشور غریبه مسائل جدیدی را به همراه داشته که در جنگ و ستیز با آن خیلی ها موقعیت و توان خود را از دست دادن و با انرژی که به علت جا به جایی مصرف کردن، قدرت بازگشت به موقعیت قبلی که در کشور داشتند را دیگر ندارند. با لغت دیگر، کوچ ما ایرانیان هزاران مسئله به همراه داشته که اکثر کوچ کنندگان قبلا از آن بیخبر بودند و افسوس که این کوچ نابسامانی فراوانی را با خود به همراه آورد. و ما امروز گفتگوی خواهیم داشت با یک هنرمند سرشناس که در 10 سال پایانی رژیم گذشته بسیار فعال بوده و به همراه چند هنرمند دیگر مانند شهریار قنبری و فرهاد آثاری استثنایی و بیادماندنی از خود به جا گذاشته. نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، کاش میبستم چشامو، این ازم بر نمیاد، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. عمر جمعه به 1000 سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، با لبای بست فریاد میکنه، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. البته فضای سیاسی 10 سال پایانی رژیم گذشته که در آن به هیچ وجه حضور احزاب مختلف و آزادی های سیاسی امکان نداشت، عامل اصلی نارضایتی جوانان، دانشگاهیان، متخصصین، هنرمندان، هنرمندان نخوانندگان ترانه ها شده بود. از این رو شما در آغاز انقلاب شاهد این بودید که آهنگسازی چون اسفندیار منفردزاده که با زندیات فرهاد آهنگ های استثنایی تولید کرده بود، در ارتباط با بهار آزادی که امروز میشه گفت جهنم آزادی که آقای خمینی به ارمغان آورد، چه کارهای زیبایی ارائه دادند و چه آرزوهایی که پس از ارائه این آهنگها در گلو خفه شد. ترانه و آهنگهایی که فرش قرمز زیر پای آقای خمینی شد بیان که او ارزشش را داشته باشد. Oh, my God.
بینندگان گرامی، پس از مدت‌ها مهمان نازنینی داریم که از اروپا به این شهر مسافرت کردند. البته ایشون قبلا هم مقیم لس آنجلس بودند. دوست عزیز ما آقای اسفندیار منفرد زاده، درود بر شما. خوشحالم به این شهر خوش آمدید آقای منفرد زاده. سپاس، خوشحالم باز از این فرصت. خواهش میکنم. شما قبلا هم در این شهر زندگی میکردید؟ یعنی یک بار میدونم که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد هم مثل اینکه به سوئد کوچ کردید. بله، حدود 20 سال پیش یه مهاجرت دوباره بود، دوباره برگشتم اینجا فعلا به عنوان توریست، البته مسافر، و بازدید کردن ببینم که اگه بتونم برگردم دوباره اینجا سالهای آخر رو شاید اینجا بگذارم. خوشحال میشم، خیلی خوشحال میشم. ولی دلیل اصلی کوچ شما رو مایل هستم بدونم، چون به هر حال شما یکی از سرشناس‌ترین هنرمند ایرانی هستین که در موج نوع موسیقی ایران سالهای 40 و 50 نقش بسیار با اهمیتی بازی میکرد. نقش شما کم نبود در اون دوران. ولی میخوام بدونم شما چگونه شد که به لس آنجلس کوچ کردید و بعد از 20 سال، فکر کنم بعد از 20 سال به سوئد کوچ کردید. این کوچ ها برای من اینقدر اهمیت داره که بدونم. خب همون درست 22 بهمن یه همه خاطرتون هست، انقلاب اسلامی که به بار خودش نشست، به بار همون اسلام، حکومت اسلامی نشست، من چشم‌اندازی که داشتم همه رو پیشبینی کردم پیغمبرگونه و همه اتفاق افتاد. تنها چیزی که پیشبینی نکرده بودم زنان مردانه شدن پیاده‌روها بود. و دوستی 3 سال پیش بود که گفت انقریب این فکر هم دارن میکنن، هیچ بعید نیستش که دوباره، یعنی این کار رو هم بکنم. به هر حال معلوم بود، چون من خیابان رو یک کوچه دردار به دنیا آمده بودم، محله رو میشناختم، آیت الله ها، ببخشید، نشان خدا ها رو میشناختم و مطمئن بودم که این راهی که میره یک حکومتیست این چنین که بود. به اضافه این که شیعه اثناعشری ایرانی، ایرانی بودنش، اون بهره‌گیری از فرهنگ زرتشت، زرتشتی توی این ماجرا نقش داشته، یه مقبولیتی هم داشته. به هر حال یه معجونیست شکل هیچ جای جهان به نظر من نیست این حاکمیت. من پیشبینی درست بود. دریارم همون سالهای اول، همون ماه اول بعد از انقلاب فروردین، دریای بابلسر، ویلاهای بانک ملی بودیم، شهریار قمبری عزیز هم بود، گفتم این آخرین دریاییست که ما میبینیم. جالبه، خیلی جالبه. چون منم تا فروردین در ایران بودم ولی 17 فروردین ایران رو ترک کردم، 6 هفته پس از انقلاب. شما تا کی ایران بودی؟ من خرداد 58، یعنی 4 ماه بعد از انقلاب ترک کردم ایران رو. زنده یاد ورجاوندم، بد نیست بگم یادش کنیم، و انسان شریفی بود که تعجب میکرد، میگفت چرا باز زنده یاد مرتضی ممیز پیشنهاد کرده بودن که من در وزارت فرهنگ و هنر باشم و من خوشباوری زنده یاد دکتر ورجاوند رو بهشون یادآوری کردم که شما کاش میشد اون چی که شما رویاتونه. ایشون خودش پاش به زندان کشید شد، 2 سالی زندان بود و بالاخره دیگه نشد اون رویاهایی که جبهه ملی و تمام خط میانه بگیم دکتر بختیار آخریش بره. نشد و حیف. بل مایل هستم بدونم که اون 4 ماهی که در ایران بودید چه گذشت. از مرتضی نام بردید، دوست عزیز منم بود که متاسفانه چند سال پیش فوت کرد، هنرمند بسیار قابلی بود. اون 4 ماه بر شما چه گذشت؟
خب مهمترینش دو نکته بسیار مهم بود. یکیش تجمعی بود که البته بعد از تظاهرات زنان علیه فشار تفکر مردانه مقابل دانشگاه 8 مارچی بعد از 3 هفته بعد از 22 بهمن بود و زنان واقعا پایداری زنان تا امروز آموزنده است. ما غافل بودیم، من خودم رو میگم، این نکته رد میشم ازش. وزارت فرهنگ و هنر اون موقع اسمش بود، من شنیدم به دلیل چند تا از رقصندگان گروه باله ملی فرهنگ و هنر رو اخراج کرده بودن. من در نشستی که در تالار رودکی، حالا شده وحدت یا بعد شد وحدت، اونجا بزرگان موسیقی و بیشتر موسیقی بودند و من هم تصادفاً شاید دعوت داشتم اونجا، یادمه که خانم پریسان تشت داشتن، من گفتم که فرصتی شد، گفتم که زنان رو از مجموعه هنرها کنار خواهند گذاشت. الان اینجور شده، خبر دارم که بالا اینجوره، آیا ما حاضر هستیم؟ نوعی دعوت به اعتصاب بود. آیا حاضر بود هستیم دست به کاری نزنیم تا نصف جامعه محروم نشه از شرکت در هنر؟ باور کنید یه سکوت بد و سنگینی اتفاق افتاد، سنگین بود، نمیدونم چقدر طول کشید که با تغییر موضوع توسط یک نفر، به هر حال محافظه‌کار، نام نمیبرم، شکسته شد این سکوت، موضوع دیگری رو مطرح کرد. یعنی هیچ کس به این پیشنهاد من، پیشنهاد بسیار لطیفی بود، اتصاب کنیم و بخوام که ولی باید اصلا بدونم چه عواملی باعث شده بود که شما یک چنین دیدی رو ارائه بده. عرض کردم دیدم مقابل دانشگاه زنان رو دیدم، سرکوب زنان قبل از انقلاب هم پنهان وجود داشت در کشورهای دیگه، خیلی کم، در چند ماه آخر همیشه، نه تو فرهنگ ما. خب خود من قیصر رو مثال بزنم، مگه نه اینکه یه زن وقتی بهش تجاوز میشد و شاید هنوز قاتل سربلند بود؟ خب بله، اون فرهنگ حاکم خب بود. خب دیگه بود، بنابراین تجاوز به حقوق زن بود و روشن فکری ما اون موقع هم ندید این رو متاسفانه. حتی مخالفان فیلم قیصر، البته قیصر نطفه شروعش این بود، مسئولیت فیلمساز و گروه نبود، ولی من در مورد قیصر حتما با شما خیلی حرف دارم، حتما میخوام صحبت بکنم، چون یک نقطه عطفی بود در جریان سنتی ما، جامعه سنتی ما با فیلم فارسی به یک جای خاصی رسیده بود که مسئله ساز شد. ولی به هر حال خیلی مهمه که شما این نظر رو داشتی که در جامعه‌ای که داشت تغییر پیدا میکرد زنها از جامعه کنار گذاشته خواهند شد. این خیلی جالبه، قبل از انقلاب این حس کردید؟ بله خانم، بله اون که قبل فرهنگمون بود، خانم مهوش گرامی از همشکلاسی های ما در دانشکده هنر زیبا، ایشون موزیسین خوب و نازنین، ایشون رفتن جلو تلویزیون و صحبت پابرهنه ها وقتی شد صحبت شد پاورهنه ها، تلویزیون مول پاورهنه هاست، مثل که آقای قطب‌زاده گفته بود، ایشون رفتن با پاورهنه، مثل این که سنتورم بردن جلوی یعنی اعتراض کردن، زن اعتراض کرد، این هنرمند عزیز اعتراض کرد. ولی غفلت ما این بود که اینو به عنوان زیربنا، روبنا میدیدیم. هیچ کس نمیگفت زیربنا چگونه به ثمر میرسه که چون صد بیاد نود هم بیشه ماست. زیربنا رو راهی براش هنوز هم نیست، فقط رؤیاست متاسفانه و روبنا هم همچنان متجاوزانه ادامه داره. بله، چون عواملی در دسترس ما نبود که حس بکنیم چه چیزی در پیش است. عواملی که در دوران شاه بود، مخصوصا یکی دو سال آخر، نمودار یک چنین دگرگونی بزرگی نبود آیه منفردزاده. وقتی آزادی سیاسی نبود چرا؟ آزادی سیاسی اگر بود، آقای مهندس بازرگان گفت در سال 45 شاید بود اگه اشتباه نکنم، گفت آخرین گروهی هستیم ما که با شما با زبان قانون صحبت میکنیم و این حرف درست در اومد. امام پیغمبرگونه نبود، میدونم، ولی آنقدر ریشه نداشت. اون موقع همه ما خوندیم یا شنیدیم مثلا آقای حاسد جوادی که دو نامه خاصی نوشت به دربار و شخص پادشاه. من خاطرم از موقعی که خوندم فکر میکنم اولینش یک سال و نیم قبل از انقلاب بود که ایشون به راحتی نوشت در کیهان که اگر این رویه رو رژیم پیش ببره، حکومت سلطنتی در ایران واژگون خواهد شد. و ما باور نمی کردیم، چون در محیطی زندگی می کردیم. من می خوام دیدگاه خودم رو با شما مقایسه کنم که با حکومتی که اونجا در اون روزها رژیمی که حاکم بود، با اون ارتش، با اون نظامی که بود، و من 10 سال آخر رژیم گذشته رو در ایران زندگی کردم، قبلش البته نبودم، به هر حال به هیچ وجه یک چنین تصوری نمی شد که
رژیم بتونه واژگون بشه. برای مثال از کدام نامه‌ای که آقای حاسد جوادی نوشت، مخصوصا نامه دومش هشدار دهنده بود. بعدا خود دکتر بختیاری هم نوشتن به پادشاه. ولی خب شما میگید که حس میکردید که این رژیم نمیتونه ادامه پیدا کنه، درسته؟ من خیال میکنم دکتر بختیار، آقای حاسد جوادی، خب همه اینا چجوری گفتن، چرا هشدار دادن؟ این هشدار این عزیزان همون چیزی بود که منم به عنوان دانش آموز این مکتب یا شاگرد همین بزرگان این حس رو داشتیم. ما مطمئن بودم که من شهریور، حالا تقریبا 6-7 ماه مونده بود به انقلاب، من شرط بستم با یکی از دوستان پزشکمون الان کاناداست که نظام پادشاهی تمام شد. این من نبودم که اینو تمام کردم، یه تاریخی پشت سر این اتفاق بود. دست کم باید 110 سال از انقلاب، قبل از انقلاب مشروطه شاید بخونیم ببینیم که این چرا انقلاب شد. اون روشن میکرد و این بزرگانی که اسپوردید خونده بودن گفتند. و دکتر مصطفی رحیمی هم اتفاقا آخرین کسی بود که به آقای خمینی نامه بسیار مؤدب ادیبانه بدون توهین نوشت و هشدار داد، چیزی رو که امروز حتی به آقای خامنه‌ای، انگار ایشون هست امروز و به آقای خامنه‌ای داره میگه و به حاکمان اسلامی داره میگه. اون جمهوری نبود، این جمهوری نیست، این حکومت اسلامیه، پادشاهی اسلامیه، با این تفاوت که در پادشاهی اسلامی ورث یعنی ارثی نیست انتقال قدرت، یعنی ولی توی فقه هاست قسمت میشه انتخاب میکنن. خب میبینید چاید این پادشاهیه. بنابراین من تعجب میکنم کسانی که پادشاهی دوست دارن و مسلمان هستن چه مشکلی با این نظام دارن 40 ساله. خب سوال اون بله اون هر سوالیست که بعد از عده خاصی کرد که من نمیتونم پاسخگو باشم. مخاطب ما به حال ایمیل من هست به من پاسخ خودم پاسخشون میخونه. بله نه واقعا سوال خوبی است، سوال خوبی است. به هر حال من احساسم اینه که شما در شاید 10 سال آخر، شما این مدتی در خارج بودین قبلش، درسته؟ زیاد نبود، 1 سال خورده‌ای. بعد در آلمان بودم موقعی که 23-24 سالم بود. چه سالی برگشتیم به ایران؟ همون موقعی که آمدم میلادی یادم نمیاد درست، ولی من 25 سالم بود که برگشتم و موسیقی قیصر جایزه گرفته بود، از آلمان برگشتم و دیگه موندم. 5-6 سال قبل از انقلاب بود. چقدر؟ قیصر فکر میکنم 6-7 سال قبل از انقلاب. نخه سال 48 جایزه گرفت. 10 سال پس، 10 سال قبل از انقلاب. 9-10 سال بله. 10 سال قبل شما حدوداً شده. پس شما حدوداً 10 سال آخر رو در ایران بودید. منم اتفاقاً 10 سال آخر رژیم گذشته رو در ایران بودم. بله. از قرار شما فعالیت سیاسی و دید سیاسیتون خیلی بیشتر از من بود. نه لزوماً، من فقط از جنبه موسیقی که کارم بود مزاحمت هایی که برای خلاقیت وجود داشت البته کمتر بود، قابل مقایسه با امروز نیست. من اینا رو نمیگم که بپردازیم به مخالفت هامون با هم دیگه، چون این حرف من الان سمه و این کمک میکنه به این نظام و دوامش. من انقدر، من اگر 30 خط سیاسی باشه که بیشترم هست، من یکیشو قبول دارم، اونم امروز. نه امروز نه من کمونیستم، نه سلطنت طلبم، نه جمهوری خواهم، نه ناسیونالیستم، نه مسلمانم، هیچ کدوم نیستم. مدافع حقوق همگان هستم برای رسیدن اون جامعه به آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همگان، تا زندان سیاسی در ایران تعطیل بشه، تا تازه روشن بشه که ما میتونیم به سمت دموکراسی یا حاکمیت مردم اولین گام رو برداریم. این آرزوی همه ماست. به هر حال برمیگردم به 10 سال قبل از انقلاب که شما اون 10 سال در ایران بودید، پس از تحصیلی که گفتید در خارج داشتید، به نیروهای چپ شما نزدیک بودین، درسته؟ جرأت نزدیک شدن اونجور حس میکردیم ما. ببینید اینجوری نبود که من عضو یک سازمان چپ باشم، اصلا نمیشد، همچین شوخیه. این عضویت یعنی زندان و احتمالاً این کاری باشه اعدام، شوخی نبود. البته که با امروز 1000 برابر بعد از انقلاب این سرکوب ادامه پیدا کرد، ولی اون روز هم بود کم بود، به قول شاعر غم بود اما کم بود. بله خب لغت‌های مختلفی براش هست، دوران خوش خفقان مثلا، دوران خوش اختناق با دوستم بله. جمشید بله بله من معتقدم ما دوران خوش اختناق بود، بله مدتی بر سر زبان ها بود. و دوست آلمانی داشتم در ایران، فکر میکنم آقای شلیمنگر بود اسمش، مجسمه سازی بود از آلمان، در تهران زندگی میکرد، میگفت فضا اینجا خیلی بسته است ولی هنوز میشه نفسی کشید. و من هر وقت بهش میگفتم تو چگونه در ایران داری زندگی میکنی، میگفت تا اینجا
گیرم، ولی هنوز نفس میشه کشید. بعد از انقلاب میگفت. نخیر، قبل از انقلاب میگفت. قبل از انقلاب رو میگفت. یعنی میگفت اختناق رو حس میکرد، ولی میگفت میتونی هنوز، چون خلقم میکرد. یادمه با پرویز طنابولی مجسمه‌های مختلفی با هم میساختن، چون هنوز میشد کار کرد. میشد کار کرد. البته من هر چی کار کردم، من یکی که دوران خوش اختناق کار کردم. خب در همین ارتباط خواستم از شما بپرسم اسفند جان، شما فعالیت هنریت رو از کی شروع کردی و چگونه شروع کردی؟ او اگر اسمشو هنر بگذاریم، از 11 سالگی دست به ساز زدم. هر کی دستش به ساز میخوره الزاما هنرمند نیست، ظاهرا بهش میشه گفت کارورز هنر، تا برسه خب. که خلقی بکنه. هنر یعنی خلاقیت، هنر یعنی بدعت، نوآوری. هنرمند شدن آسون خب نیست، ولی چی میگن تفریح شد بدم نیست. من ساز میزدم، لاله‌زار رفتم ساز. از 11 سالگی این امکان رو داشتی؟ معلم گرفتی؟ نه نه نه، در دسترست بود؟ کنجکاوی، شیطنت. در منزل ساز بود، پدر دوره داشت با دوستانش. خب پس پدر یه قدر این کاره بود. بله، کنجکاوی هم میکردم، چون اینا در رو میبستن، ما یه دفعه که جمع میشدن من میخواستم ببینم چه خبر اون تو. صدای ساز میومد، سوراخ کردم یه جایی رو که بتونم ببینم. بعدم دیدم عرق میخورن، مشروب میخورن، اونو پنهان میکردن از من. ولی خب اون صدای ساز وقتی به خصوص جا میذاشتن و میرفتن، من اون رو بازی میکردم باشون. کنجکاوی بود و جلو رفتم تا یاد گرفتم، تا خوندم استاد رولای خالقی و مکتب او رو و ادامه دادم. پس دورهای موسیقی رو شما گذروندید؟ تا دانشگاه تهران رشته موسیقی دانشگاه هنر زیبا دو سال و نیم ماندم و همونجا موسیقی قیصر رو ساختم و ترک تحصیل در واقع کردم، تمام نکردم دانشکده هنر زیبا. نه، پس ریشه در اون هنر موسیقی بود. من خواستم اینو بدونم. بله، در عشق بود که عامل اصلیش، عامل اصلیشون بود. درسته. شما بعدها دیدم که در ارتباط با موسیقی بیشتر برای متن فیلم‌های فارسی موسیقی ساختید. بیشتر که در واقع موسیقی متن در سینما ایران وجود نداشت. نه، نداشت. کاری که می‌کردم، البته استاد زنده یاد مرتضی حنانه ساحل انتظار رو یک سال، سال 46 اگه اشتباه نکنم قبل از من، ایشون کردن. یک کار شاید کرده باشه. ساحل انتظار. بله. ایشون کردن. اگر بخوام بگیم کی اولین موسیقی متن رو ساخت برای سینما ایران، زنده یاد مرتضی حنانه بود و 15 دقیقه متاسفانه اینا بگم به حق ایشون شاید تجاوز کردن، 15 دقیقه از فیلم، بقیه رو طبق معمول از صفحات فیلم‌های دیگه، از صفحات کلاسیک رو اون فیلم استفاده کردن و تجاوز بود به کار ایشون. من بودم که این اجازه رو ندادم و قیصر مطلقاً کار من بود تمام بدون استثنا. نه، ولی خب فیلم فارسی در اون موقعیت نبود دیگه. اگه میگید موسیقی مختلف خارجی رو استفاده کردن، خیلی بی سر و سامان بود. من خاطرم از هر بار به ایران میومدم فیلم فارسی رو، فیلم فارسی رو میدیدم. در این مورد بعد با شما صحبت بکنم، برای اینکه یکی از منتقدین فیلم فارسی بودم من در ایران. با زندیات کابوسی موقعی صحبت میکردم، دیدم ایشون هم انتقاد شدیدی داره. ما هر دو در یه سفری که در ایران بودم، در نشریه فردوسی متعلق به آقای عباس پهلوان، انتقاد شدیدی کردیم نسبت به فیلم فارسی. یعنی چیزی بود که داشت جامعه رو به بیراهی میکشوند. اینو که من عرض میکنم مربوط به 1346-47، یعنی یکی دو سال قبل از اینکه قیصر تولید بشه. تا اون موقع حتی ادامه پیدا کرد فیلم فارسی؟ نه، فیلم فارسی ادامه پیدا کرد. ولی به هر حال من شخصا دیدم که این دید سنتی در جامعه داره جامعه رو به قسمتی میکشونه که از فکر کردن باز میداره. توجه کردین؟ و عملا این کارو کرد تا روزهای آخر رژیم گذشته. فیلم فارسی نقش خودش رو بازی میکرد. و میدونید که اصولا هم از شاهرضا به پایین تماشاشی داشت، شاهرضا به پایین، بالای شهر فیلم های خارجی میدیدن و نقش مهمی رو جامعه سنتی ما بازی کرد. یعنی به نظر من جامعه سنتی ما یک مقداری آمیخته شد با این حال و هوسی که در فیلم های فارسی بود. یعنی اینها رو به راه های میکشون که کمتر دیگه اجتماعی سیاسی میشدن. نظر شما رو میخوام بدونم. ولی درسته، این یعنی اون فیلم فارسی که دکتر کاوسی سر هم نوشت و به درستی میگفت عنوان خوبی بود، اما خود ایشون هم البته فیلم 17 روز به اعدام ساختن، فیلم جالبی نبود. میدونی نقد کردن خوبه، ولی وقتی میری بسازی اون وقت خود اون فیلم میشه روش نقد کرد. ولی وارد اون نمیشیم. فیلم فارسی یا فیلم فارسی برای تفریح و سرگرمی تنها
تفریح مردم ایران بود دوست. اکثریت بنابراین نمیشد و نمیبایستی اون حذف میشد، اون باید میبود، لازم بود. منتها یکی از راههایی بود که سینما آسون بدون ممیزی، نه سانسوری بود برای اون فیلم ها، راحت شما ببینید خیلی چیزا تو اون فیلم ها بود که فقط سیاسی اگر نمی بود راحت بود. موجی تازه شروع شد که با گاو قیصر شوهر آخانون و ادامه پیدا کرد و اتفاقا موفق بود به نسبت مخاطبی که بود، کم کم زیادتر هم شد تا رسید به خیلی چیزهایی یا اسم نمیم. خب این سینما مشکل داشت برای خلقش، تولیدش کارگردان ها مشکل داشتند. بنابراین اون نقدی که از این فیلم ها می شد کاش بهتر بود، کاش صمیمانه تر بود، کاش با پیش‌داوری نبود تا مخاطب آگاه تر بشه. نقش دوره گاو قیصر شوهر و خانم به بعد نقش مثبتی بود، بخشی از فرهنگ متداول، بخشی نقد به فرهنگ و همه گونه فیلم بود و اینا هر کدوم دارای ارزش‌هایی بودن تا طبیعتی بیجان و بسیاری کارفرما. بله. بله، ولی خب اون قسمتی که ما راجع به صحبت کردیم میگیم فیلم فارسی که بیشتر انترتین می‌کرد مردم رو. بله، وقت سیاست بر این مبنا بود که تفریح در جامعه بیشتر گسترش پیدا کنه. اگه خاطرتون باشه در تلویزیون که من شاهدش بودم، هیچ وقت همکاری نداشتم، در تلویزیون دولتی، تلویزیون ملی، اصلا فرمان بر این داده شد که برنامه‌های فکاهی و تفریحی بسازن. از همونجا بود که پرویز صیاد و کاردان و دیگران شروع کردن به برنامه سازی، چون نیاز به این بود که مردم سرگرم باشند و اصولا یه مقداری حالا جامعه سنتی جای خودش فکر کردن رو از مردم گرفت. متوجه منظور من هستین؟ کاملا درسته، ولی همونجا که گفتید مثلا آقای کاردان یه سریالی ساختن خیلی هم معروف بود، ماشین معروفش گل کرد، به قول معروف تفریح بود، خیلی هم جالب بود، مردم بسیار پسندیدن. در برابر این هم آقای صیاد سریال ساخت ولی تیغ داشت در یک کلام، انتقادی بود، انتقادی بود، نه سیاسی نبود، انتقادی بود. اونجا که میشد به ناهنجاری های روز انتقاد میکرد با لبخند و شادی، خیلی هم خوب بود. همون هم کمی مسئله داشت. بعد ناصر تقوایی اون سریالی که ساخت، خب ببینید اینا علی حاتمی، بله دایی جان ناپلئون، بعد علی حاتمی ساخت. ببینید اینها اتفاقا بر و بار فرهنگی رو داشت، مبلغ فرهنگ مثبت بود، چون فرهنگ خوب داریم، فرهنگ بد و بی فرهنگی نداریم، دشت بی فرهنگی ما نداریم، هم چیز بی فرهنگی جو وجود نداره. حالا حرف تو حرف میاد، اینها کردن ولی گسترش این فرهنگ، گسترش این فیلم ها، موانعش اولا زیاد بود برای تولید و از اون طرف نمایشش مشکل بود. حتی مغول‌های کیمیایی که میدونید، یک ببخشید مغول‌های پرویز کیمیاوی یک هفته نمایشش دادن. بله. قابل درک نبود. بله بله. بله. من شاهد بودم، جا نمی‌افتاد تو جامعه ایران. بله بله. منم اصلا اون فیلمی که دیدم تعجب کردم، هیچم خوشم نیامد. اصلا ربطی به ایران نداشت. چون بعد بتونه تماشاگران رو کسب بکنه. من همین مسئله رو با آقای عباس کیارستمی هم داشتم که فیلمش رو در زیر درختان زیتون اگشت با نکنم در آلمان آورد و برای نمایش و در جلسه که همه بودیم بهشون ایراد گرفتم، چون اون فیلم طوری تهیه شده بود در رودبار، اصلا شما فکر میکردید در کوهستانهای سوئیس تهیه شده، شما جای پای رژیم کنونی ایران رو در اون فیلم نمیدیدید. در یک فضای خاصی توجه کردی، کاملا عاشقانه، بیطرف از هر چیزی، دور از هر سیاستی، در حالی که من و شما خوب میدونیم که در جمهوری اسلامی، درسته که ما راجع به ایران گذشته، رژیم گذشته صحبت میکنیم و انتقاد، در جمهوری اسلامی خفقان هزاران بار بیشتر از رژیم گذشته است. حتی در هر روستایی شما جای پای کمیته و اینها رو به راحتی میبینید، ولی آقای رستم کیارستمی متاسفانه توجه کردین در فضای دیگه اینو برای خودش تولید کرد. من انتقاد داشتم، به خودش هم گفتم در اونجا. حالا از مسئله این فیلم ها که بگذاریم، میخوام بدونم این اندیشه شما در ارتباط با اینکه بخواید متن فیلم رو بسازید چی بوده؟ یعنی این علاقه شما از یک جای شروع شد، دلیل خاصی داشت، یا اینکه فکر کردید فیلم فارسی یا فیلم فارسی نیاز داره به اینکه یه موسیقی متن داشته باشه؟ حتما این فکر کردم، ولی اجازه بدید به راجب کیارستمی که صحبت شد اجازه بدید کوتاه بگم که نه به کیارستمی، به هر هنرمندی در هر زمینه‌ای که خلق میکنه ما میتونیم نقد کنیم، همونطور که شما خودتون صحبت کردید. بنابراین
انتخاب میکنن. همین الان 40 سال بخشی از کارورزان هنر، بخشی از هنرمندان حتی با این نظام کار کردن. من نمیتونم بگم چرا کار کردی، دلایل خودشون دارن، هر کس هم دلایل متفاوت، ولی ما میتونیم نقد کنیم در نهایت. ما یاد من خودم میگم یاد گرفتم فقط نقد کنم، نگم باید نباید، میشه امر معروف و نهی از منکر. من این کارو دوست ندارم. بنابراین کیارستمی هم دوست داشت و آدم بسیار محتاطی بود. فرصت نیست که بگم یکی از احتیاط سر اون مشق شبش بماند، ولی اینکه من چرا موسیقی فیلم و چرا جاذبه‌ای بود یا رویایی بود که این کار انجام بدم. من 11 سالگی که با کیمیایی به سینما می رفتیم، قصهش درازه و بارها گفتم، عاشق سینما بودیم. شما از 10-11 سالگی با هم چی هم کلاس بودیم؟ هم مدرسه، هم کوچه بودیم، هم خونه، هم کلاس نبودیم. کجا بود کوچه؟ کوچه دردار، خیابون ری کوچه دردار، انتهای کوچه. من خونمون کوچه دردار بود. دردار اسمش آشناست؟ کجا، کدوم محله هست؟ از بگیم خیابون ری سرا امین حضور بالاش آز. بود پایین تر هم میدون شاه بود و گارد ماشین که قطار اونجا سوار میشدی میرسی شاه بود. بله بله، سرشناسه. بله، چون خود من تو کوچه مروی به دنیا اومدم. میدونی که بابا برش اون طرف بود، شمس الماره. بله بله، به حال تهران همین چهار گوشه بود. درست بود. پس شما اونجا هم مدرسه و هم محله بودیم. محله بودیم، بعد دوست نزدیک بود با هم دیگه. 88 بود، از همون 11-12 سالگی سینما رفتن و ساز زدن هر دومون در اون نوجوانی. آره این بود دیگه، ایشون سنتور میزد منم سنتور میزدم، ایشون تنبک میزد منم تنبک میزدم. این بازی بود بیشتر دیگه، حالا یعنی هنرمندی نبود ولی بازی بود، آلوده شدن یا بازی بود، یعنی پلی که اینجا میگن بازی ده. کردیم با ساز. اصلا موسیقی هنر بازی گوشی به نظر من در یک کلام هست. بنابراین آزادی براش زیباست و خط قرمز آزاردهنده برای هنرمند. عرض کنم وجود که خب این سینما میرفتیم، ارزان ترین کار سینما بود، پول توی نهر آب سر کوچه دردار پیدا میکردیم جلوی خونه آقای فلسفی، پایین تر از ایستگاه اتوبوس که اون موقع پول میدادن، بلیط نبود هنوز، پولا میافتاد شاگرد شوفر از دست شاگرد شوفر یا مسافر میافتاد تو نهر آب، ما اون پایین منتظر بود، منتظر بودیم که پولی بیافته برده. افتاده بوده توی لجن ها بود که ما میرفتیم هر وقت می‌خواستیم بریم سینما این لجن ها رو میریختیم لب پیاده رو، ذره ذره با حوصله. بلیط سینما پول سینما چقدر بود؟ اگر 5,000-6,000 بودش. حالا مثلا 3 نفری میخوایم بریم 1 تومن اومده، مثلا 3,000-18,000 یا 12,000 کم داشتیم وام ایستادیم. یه مدیر اون سینما رامسر بود، بعد چون سینما دماغن شد رامسر همونجا بود، اسمش نمیدونم چی شد دیگه، اشاره میکردیم میفهمید، حق حسابی میگرفت میذاش جیبش ما رو راه میداد. اینم یکی از اتفاقا، اینم از کار منفی که من کردم دیگه، رشوه دادن دیگه. به هر حال کار خوبی نیست رشوه دادن، گرفتنش هم خوبی نه دیگه. فرهنگ اون روز بین بچه‌ها معمول بود دیگه، اگر میتونستن یه همچین کاری بکنن میکردن. آخه گندش شده به امروز که اون رشوه میلیارد دلاری و مردم گرسنه. این خطر اون برتر رفته، یه کمی اون برتر تو خوب دوزه میشه شطور دوز. من اگه میموندم شاید همین کارو میکردم، نمیدونم. بله الحمدلله، خب به هر حال هیچ کدومون نموندیم که بخوایم اون کارو ادامه بدیم. خواستم بگم اون اولین فیلمایی که دیدی چی بود؟ چون به هر حال رو شما تاثیر گذاشت. میدونی که اسفند جان فیلمای خارجی که به ایران می اومد مردم رو میبرد توی فضای دیگه، چون اینترنت که نبود، اون امکانات امروز نبود. یعنی دیدن فیلم در سینما، ما که کودک بودیم، جوان بودیم، میرفتیم توی فضایی که آقا خارج از کشور ما هم یک زندگی دیگه ای هست، یک فرهنگ دیگه ای حاکمه. توجه کرد مثلا فیلم برنج تلخ اگه خاطرتون خوب باشه. بله، اینا مال تقریبا بالغ شدن اون تو سینما، فیلمای خوب سینما رو شما اسم می‌برید. درسته؟ چی بود اون اولیا که دیدی شما؟ اون شزن بود، سوپرمن بود، تارزان بود. تارزان. او جونی ویسمولر بازی می‌کرد. او داستان‌هایی است. کینگ کونگ. کینگ کونگ، بله، چقدر مهربون بود کینگ کونگ. من بعدا یه سری استخدام کردم در استودیو، میگفت آقا من 12 بار رفتم این فیلم کینگ کونگ رو دیدم. یه پسر جوانی بود اسمش یزدی، امیدوارم زنده باشه الان. بعد بعد کینگ کونگ برام مثلا خیلی تاثیر گذاشت. ولی اینا ما رو یه معجزه‌ای بود، یه چیزی بود. آره. یک بار نمی‌دیدیم. وقتی تموم می‌شد در می‌رفتیم یا جا تو سینما یا تو توالت قایم می‌شدیم که یه بار دیگه ببینیم. مدیر سینما میاد سوت میشه چراغ رو مینداخت بیرون میکرد، ما رو ما قایم میشدیم که یه بار دیگه بشینیم ببینیم. خب ببین، این فضای جهان سومی بود که بر ما حاکم بود و ما در اونجا رشد کردیم. حالا هر کدوم یه قدی جور دیگه، به هر حال این خصوصیات رو داشت. بله. و این تولید فرهنگ کرد در شما. درسته. یعنی با دیدن اون فیلم ها
حس فیلمسازی جاذبه ای که داشت، جاذبه ای که داشت، حس فیلمسازی در کیمیایی یا حس آهنگسازی در شما، برای اینکه متن فیلم ها رو میدیدید چقدر مخصوصا فیلم های هیجان مثل هیچکاک فکر میکنم هیجان انگیز بود، توجه کردی؟ ماجرای نیمروزی که فرزینمان ساخت، کاری کوپر بازی میکرد، موسیقی اون هاینون اسمش بود، حالا در یاد شد ماجرای نیمروز، فوق یعنی اینا تکون میداد برام. به هر حال اینجوری بود، سینما پارادیسیو، سینما پارادیسو که ساخته شد، پارادیسو دید... نشنیده بودم هیچ وقت. نه نه نه، این بعدن جدید بود، بعد از انقلاب دیدیم که منو کیمیایی و بعد با فرامرز غریبی، این برای بچهای اون محل این زندگی ما همین بود، یعنی انگار این فیلمو باید کیمیایی میساخت، ما همین رو زندگی کرده بودیم، همین جور سینما. اون خیلی خیلی برای من خاطره. خب شما نگاه کنی امروز مثلا با اینترنت و با گوگل شما چه تحقیقاتی میکنی، چگونه پیش میری، اون زمان خیلی بسیار محدود بود و فکر میکنم در درجه اول کتاب بود که از خارج میومد، که ما شروع کردیم با 10-11 سالگی نیچه خوندن، سارت خوندن، کافکا خوندن، توجه کردیم، و بعدم این فیلم ها که از خارج میومد. بله، اینها یه قشری رو ساخت در ایران که بعد در بینشون روشنفکران تولید شدن، توجه کردیم. درسته. و شما هم جزو قشری بودی که تونستی بعدها در رابطه با موسیقی مدرن روز ایران نقش بازی کنی. به حال عشق به سینما بود که این عشق به موسیقی بود. من تو رادیو هم از 16 سالگی 17 سالگی ساز زدم، برنامه کودک آقای صبحی با جمال وفایی به اصطلاح آهنگ درست کردم، با جمال وفایی. بله بله، که اینجا سلام می‌رفتیم برای امریکا هستن. بله. برنامه زنده‌ای بود، تو جمعه ها بودش، برای قصه می‌گفتن، خانم رهبری بودند که گوینده برنامه بودن، ما موسیقی زنده اجرا می‌کردیم جلوی جمعیت. و خب این روندی بود که طی کردم دیگه، به حال اینا مشق سیامشق هایی بود که در 16 سالگی شروع کردم. این ریشه یابی برام خیلی اهمیت داره که چگونه همه ما رشد کردیم در اون دوران، توجه کردین؟ جوب آبی بود که پول خورد میریخت. من خاطرم هست یه دفعه اتوبوسی سوار شدم در سن خیلی کم، فکر میکنم با یه همراه من که مستخدم بود داشت منو جای میبرد برای اولین بار، این اتوبوس که داشت میرفت، یه شاگرد اتوبوس که در دم پنجره میستاد، دم در اتوبوس، رکابی بهش میگفتن. بله، پارکابی. بله، بار رکابی. من همون جلو نشست بودم، شاید 5-6 سالم بود، برگشت به راننده گفت ترمز کنین، دعشایی رو برداریم. و این تو ذهن من موند. بعد ترمز کرد، یه نفرم سوار شد. من بعدا پرسیدم آقا این جریان چی بود، فهمیدم ها، چون قیمت بلیط 10 بود، گفت این آدمی که در کنار خیابون ارزشش 10 بود، توجه کردی؟ برای اون زاننده ترمز کنین، 10 هم بردارین. خب این فضایی بود که ما رو ساخت در ما، یعنی ما آدم ها رو اینطوری دیدیم. چندی پیش من با یکی از پروفسورهای ایرانی که در سوئیس سالها کار کرده، پزشک جراحی قلب باز، صحبت میکردم، گفت بله ما هم در کودکی کارهای زشتی کردیم، چیزهای مثلا سگ رو که میدیدیم با سنگ میزدیم، توجه کردیم؟ یا مثلا در روستاها مثلا با چوب مثلا حیوانات رو میزدن، توجه کردیم؟ خب این جامعه ما یه همچین خصوصیاتی داشت. کسی به ما نگفت صبحای جمعه سگای محل ما در میرفتن از دست ما، و ما ها هر کدوم زودتر میوادیم سگ گنده مال ما اون بود که بود که زودتر میواد. حالا اینم بگم که اون محیط، بگم فرهنگ اسلامی آماده برای آقای خمینی با من چه کرد. ممکنه باور نکنید، من نمیدونم، شاید 13-14 سالم بود، به حال این حدود بله، سر کوچه دردار اون طرف خیابون که کوچه دردار بود، اون روبروی خیابون یه عرق فروشی بود. این عرق فروشی وقتی محرم میشد رو دریاشو میبست، ولی عرق خورا میدونستن که این بازه و درش، ولی در باز بود، ولی شیشه ها بسته بود روش. ما میدونستیم که این چرا عرق میفروشه. این نمیگم که با اسلام رو من رعایت میکنم، ولی فرهنگ اسلامی غالب بر من و رفتار من چی شد. با بچه ها پول جمع میکنیم، یک روی قرو میذاشتیم، میگفتیم مثلا چقدر، یک قفل میخریدیم، میذاشتیم رو اون در قفل میکردیم، اون ور خیابون میشستیم تا بخندیم. چی بخندیم؟ که این قفله ببینیم که اینا دیگه خلاصه میخوان تکون میخوره. مشتریایی که میمدن برن توی مغازه عرق فروشی، عرقشون بخورن، تفلکی ها میدن بسته است چون قفلش بود، میرفتن یه کاسبی اون بدبخت رو بهش ضرر میزدی. بعد اینا میرفتن، بعد یه 20 دقیقه نیم ساعتی چقدر یادم نیست درست، میدیم قفله داره تکون میخوره، دره تکون میخوره. خب کسی نمیتونست از تو باز کنه. همسایه ها میمدن معلوم سر صدا میکنن، مشت و دیوار چیزی میومدن و قفل رو میشکستن و در که باز میشد، یه جمعی
پاتیل به قول معروف تلو تلو خورم یادم بیرون و ما میخندیدیم. این تفریح ما بود. شما چند نفر بودید؟ نینتندو بقید. نینتندو نبود. شما تنها که نبودید. چند نفر دیگه بچه‌ها بودن؟ یارو نام نمیبرم. شاید دوست نداشته باشن. من اینو بله من اقرار میکنم. دو سه نفری مثلا. بعد بچه محله همه بودیم این کارو میکردیم دیگه. تفریح اون بود. اذیت و آزار کردن. آزار بود. بله. من که آخه باید یه کسی من یاد بده. مثل اینکه کسی حس میکردیم غیر اسلامی رفتار میکنه ما حق داشتیم. مگه عمر کشون نبود؟ این توهین به سنی ها مسلمانان راستین نبود؟ درسته. و این حالا حاجی فیروز و اینا که دیروز این 11 به در در پارک ارواین جوانانی اعتراض میکردن به سیاه کردن صورت و جوانی اعتراض میکردن به سیاه کردن حاجی فیروز صورت شو و این گفتن این توهین هست فلسفی داشتن. درست هم میگفتن که بریم تو تاریخ این مال ما نبوده زنگبار و غلامان ما. منم گفتم اصلا کاری نداریم تو تاریخ بوده نبوده فرهنگ ما. ولی شادی میخوایم بکنیم چه ایرادی داره دوستان عزیز؟ با صورت بیرنگ صورت معمولی همون صدا همون ادا برقصید و بزنید حاجی فیروز بدون اینکه سیاه کنه همون کارا رو بکنه چه ایراد داره؟ خب دیگه ولی شناخته شده با چهره سیاسی یادم زشت بله توهین به یک نژاد بله به نژاد بله کاری بود که من 40 سال پیش از این لحاظ ضعف زیادی داریم. حالا راجع به اذیت کردن که گفتی من خاطرم هست که بعدا که ما رفتیم به شمال شهر از میدان بهارستان منزلم بود مثلا زنگ در بود 5 طبقه 4 طبقه بود 4 تا زنگ داشت می‌کردیم در بله و بعضیا میمدن با کتاب میذاشتن روی این زنگ ها یعنی هر 4 طبقه زنگ میزد و بچه ها میدویدن میرفتن و همینطور سرا از بالکن میاد با این کیه پایین داره زنگ میزنه. خب این خصوصیات رو نه ابزار تفریح چی داشتیم خب فکر کنید یه شابدلازی بود نیلوکی بود و هیچی واقعا نبود. ولی شما در محله شما فرهنگ مذهبی مثل اینکه بیشتر بود بله بله. وسط شهر یا شمال شهر که ما بودیم درسته؟ بله. مثلا این کاری که میگیم با عرق فروشی ها میکردین جالبه همین کارم برعکس هم میکردیم. آقای تقوی شیرازی بودن که دایی آقای ابراهیم گلستان عزیز ما هستن. آقای گلستان کاملا لایک و زندگیشون اصلا فرق میکنه ولی آقای تقوی شیرازی چی میگن آیت الله محل ما بودن. خب ایشون نماز عید فطر که میخوندن ما تفریحمون تو زمین گلشنی بود اونجا بچهای اونجا باید یادشون باشه من میرفتم اونجا و میرفتیم دست جمعی یکی از ما شمشیری که جلوش ایشون پابرهنه میشه و نماز عید فطر میخوند شمشیر رو برمیشیم در میرفتیم. اینا یکی از تفریحمون بود. یعنی نمیدونم اینا ریشه های شیطنت بیشتر داشت البته بار مذهبی داشت اعتراضم بود به روحانیت فکر نمی کنم. من روحانیت نمیشناختم تو 13 سالگی که اعتراض کنم بل. نه ما اصلا به این حالت بازیگوشی بود خاطرم هست که یخگوداری یه آخوندی رو رو الاغ دیدم بل. خاطرم هست یه همچین چیزی بچه هم گفتم ما نینتندو اگه داشتیم شاید این کار رو نمی کردیم بعد این خصوصیات بود ولی به هر حال فرهنگی که همه ما رو ساخت خصوصیات خودشو داشت. بله. اون قسمت شهر شما این قسمت شهر جور دیگه و همه اینا مجموعاً جمع شد و بعد شد رابطه بین سنت و فرهنگ حاکم و جامعه رو آماده کرد برای آقای خمینی که بتونن تشریف بیارن. یه کوتاه فقط بگم که این موضوع فکر کنم تموم میشه. این قضیه مقدس بودن تقدس قداست تمام واژه هایی که مشتق هست از قدسیت و مقدس بودن بله. این میتونه برای افراد اشخاص در منزل خونهشون ادیان مختلف حتی افراد حتی هر چیزی مقدس باشه بله. ولی به محضی که این مقدس یا این مقدسات بیاد در جامعه حاکم بشه تفکر رو جلوشو میگیره و مقدس وقتی هست نمیشه نقدش کرد خطرناک میشه محاربه با خدا اسمش میشه اعدام توش هست شکنجه هست. پس این مقدس بودن که اتفاقا تو کنفدراسیون هم خلق مقدس بود خیلی چیزا مقدس بود اینا رو باید دوباره نگری کرد یه جوری ترمیم کرد که به جای مقدس بودن مثلا بذاریم یا چیزی دیگه به جای اینکه ایمان پیدا کنیم باور داشته باشیم باور میشه عوض کرد ولی ایمان خطرناک ایمان چون چشم بسته است خطرناک شما چشم بسته ایمان پیدا میکنید توجه کردید به هر حال این قدم بزرگی است که نمیدونم در جامعه ما بشه به راحتی این قدم برداشت باید شروع کرد. من از شما خواهش میکنم که این صحبت رو ادامه بدیم در برنامه بعدی حتما در ارتباط با همین مسائل و مخصوصا جامعه ای که خود به خود پرورانده شد تا رسید به مرحله ای که شخصی مثل آیت الله خمینی میتونست بیاد و فرش قرمز زیر پاش
آماده و بله. چه اخشاری این رو آماده کردن مخصوصا اون، و بعدم در ارتباط با فرهنگ آهنگسازی شما که من میدونم با زندیات فرهاد چه همکاریای جالبی داشتین و مخصوصا با شهریار غنبری، مخصوصا میگم شهریار چون اگه شهریار بگم میدونید که ناراحت میشون، شهریار غنبری و ترانه‌های معروفی که واقعا یه جو بسیار نوعی در سالهای پایانی متفاوت بود درست می‌فرمایید. نه اصلا یه موج تازه‌ای را انداخت. بعد در این مورد صحبت می‌کنیم. خیلی خوشحال شدم، ممنون از این فرصت. با صدای بی صدا مثل یه کوه بلند، مثل یه خواب کوتاه، یه مرپون یه مر با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مردم یه مردم. شب با تابوت سیاه چشماش خاموش شد، ستاره افتاد روی خاک، سایه‌شم نمیمون هرگز، پشت سرش غمگین بود و خسته، تنهای تنهای.